سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز ایران دکنومی. یک بار دیگه با شما همراه هستم با پادکست هفتگی رمزارزها. برای یادآوری خدمتتون بگم که پادکست های هفتگی رمزارزها به دو قسمت تقسیم میشه. بخش اول اخبار و وقایع هفته گذشته که میشه از 7 تا 13 خرداد ماه که به زمان میلادی هم میشه از 28 می تا 3 ژوئن، و بخش دوم هم بررسی بعضی از رمزارزها از دیدگاه تکنیکال. قبل از شروع هم نکته همیشگی رو بگم که تلاش ایران دکنومی ارائه محتوای مفیده و فقط واسه آگاهی شما دوستانه و مطالبی که میگیم هیچ پیشنهاد سرمایه گذاری یا توصیه مالی نیستش. خب بریم سراغ بخش اول و از 28 می شروع کنیم. مارکت پلیس بلور یه پلتفرم وامدهی NFT داره که اسمش بلنده، و همین مورد باعث شده که توی حوزه NFT افزایش نقدینگی داشته باشه. حالا بایننس اومده گفته میخواد یه پلتفرم بسازه و رقیب همین بخش بلند بشه، و کلن این خبر دو تا جنبه داره. اول اینکه اگه این مورد انجام بشه، یعنی این پلتفرم ایجاد بشه از طریق بایننس و رقیب بلور بشه، ازش سبقت بگیره یا اصلا کلن رقیبش باشه، خیلی به رشد فضای NFT ها کمک میکنه. و مورد دوم هم اینه که رو خود بایننس خیلی تأثیر میذاره. خبر بعدی هم باز هم در مورد یه هک بود که 4090 تا اتریوم از پروژه جیمبوز پروتکل سرقت شد، که اگه بخوایم با دلار 50 تومانی حساب کنیم میشه چیزی حدود 375 میلیارد تومان. مورد بعدی باز هم درباره بایننسه که همین بایننس اومده به صورت سرمایه گذاری مشترک با گلف اینووای تایلند همکاری کرده، و از همین طریق هم میخواد توی تایلند فعالیت خودشو گسترش بده. مورد جالب بعدی که توی 29 می اتفاق افتاد این بودش که یک کیف پول اتریوم که 8 سال غیر فعال بوده یهو فعال شده، که چیزی هم که داخلش بوده مربوط به 8000 اتری بوده که توی ICO توی سال 2015 دریافت کرده. خبر بعدی هم بازم درباره اتریومه که موجودی اتریوم ها توی صرافی غیر متمرکز خیلی کاهش پیدا کرده، که آخرین باری که توی این حالت بوده سال 2016 بوده. این یعنی اینکه بیشتر اترا یا توی کیف پولان یا تو مارکت پلیس ها یا توی دکس ها یا همون صرافی های غیر متمرکز. یه خبر جالب دیگه هم که تو این هفته منتشر شد در خصوص BRC20ه، و داستان اینه که یه استیبل کوین، یعنی اولین استیبل کوین BRC20 که اسمش استیبل USDه عرضه شدش. همینجوری استاندارد BRC20 بحث برانگیز بود، حالا با این حرکت بیشتر هم شد. مورد بعدی در خصوص جذب سرمایه است که تو این هفته سرمایه‌های زیادی تو بخش‌های مختلف جذب شده، ولی خب پروژه‌ای که بیشترین جذب سرمایه رو داشت ویلد کوین بود که 115 میلیون دلار سرمایه به خودش جذب کرد. خبر بعدی درباره اپتیمیزم بود که تو تاریخ 31 می 386 میلیون توکن OP آزاد شد، که این مقداری که گفتم دو برابر کل ارزه تو گردش اپتیمیزم بودش، و دلیل این آزادسازی هم این بودش که این مقدار واسه همون سرمایه گذاره اولیه اوپی بود که تازه اجازه فروش بهشون داده شد. بازم بریم سراغ BRC20، مثل این که ولکن ماجرا هم نیست، این بودش که دو روز بعد از خبر قبلی که خدمتون گفتم اومدن یه استاندارد توکنی به نام BRC721 که واسه بیتکوین رو معرفی کردن، که واسه پول زدن NFT های اتریوم به بیتکوینه، و این استاندارد هم راه اندازی شدش، که یعنی این کار به معامله‌گرا اجازه میده که NFT هاشونو از ERC721 که مربوط به اتریومه به راحتی به اوردینالز منتقل کنه. خب خبر بعدی هم در خصوص بایننسه که بایننس اومده با توجه به مقررات فرانسه پرایویسی کوین ها رو مثل دش و زیکش و مونرو رو اومده توی فرانسه غیر فعال کرده. مورد بعدی هم در خصوص دوج کوینه که خبر جالبی هم هست، این بودش که سرمایه گذاره دوج درخواست شکایت علیه ایلان ماسک داشتن، که گفتن ایلان ماسک میاد قیمتها رو دستکاری میکنه، و این دستکاری هم از طریق کاری که تو پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی انجام میده، ولی خب حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم نتیجه چی میشه، اصلا شکایتشون به کجا میرسه.
چند تا خبرم هستن که در خصوص همین دو سه روز اخیره، یعنی 13 خرداد و 12 خرداد. یکیش اینه که مایکروسافت اومده واسه محاسبه ابری هوش مصنوعی با ماینر سابق اتریوم یعنی کورویو همکاری کرد، که این میتونه خبر مثبتی باشه واسه کل کریپتو. خبر مثبت دیگه این بودش که قانونگذاره آمریکا هم دنبال قانونگذاری و ثبت لایحه برای چارچوب رمزارزان، که این خبر همین امروز یعنی 13 خرداد منتشر شد، که میتونید داخل وبسایت ایران اکونومی به صورت کامل مطالعهش کنید. یه خبر مثبت دیگه هم بگم که همین موقع ضبط منتشر شدش، این بودش که صرافی رمزارزی برزیل یعنی مرکادو مجوز ارائه دهندگی پرداخت رو تو برزیل گرفت، که خبر خیلی خوبیه. و خبر خوب دیگه تو حیطه قانونگذاریه، این بودش که خیلی از کشورها مثل امارات و گرجستان قوانین AML یا همون ضد پولشویی رو در خصوص کریپتو میخوان اعمال کنن و پیگیر این قضیه باشن. خب بخش اول این هفته هم به پایان رسید، وقتشه بریم سراغ بخش دوم که میشه بخش تکنیکال. اول بریم سراغ بیت کوین. بیت کوین در حال حاضر یعنی 9 شب 13 خرداد تو نواحی 27200 قرار داره، و چیزی که میشه براش متصور شد اینه که تو بازه 5 روزه احتمال کاهش داره و احتمالاً به 25800 برسه. اتریوم که تو نواحی 1900 قرار داره باید هم از نظر فاندا و هم مارکت اکشنی بررسی بشه که ببینیم اصلا احتمال رشد داره یا نه، ولی از نظر تکنیکال احتمالاً 1-2% کاهش داشته باشه و به 1800 برسه. ارز بعدی آیوتکسه که جدیداً هم یه همکاری با آلکمی پی داشته، که همین هم نشونه مثبته، و علاوه بر این نشونهای مثبت دیگه هم واسه روش نشون داده که میتونیم به آدرسای فعالش اشاره کنیم. از همین جنبه میتونید خودتونم از نظر تکنیکال یه بررسی کنیدش. رمزارز استلار هم با علامت XLM تو جنبه‌های مختلف روش داشته، مثلا درآمد شبکه و آدرسای فعال روزانه افزایش خوبی داشتن، که درباره همین ارز استلار هم تو بانک‌های هنگ کنگ صحبت شده دربارش، که از همین بابت احتمال رشد داره، که البته خودتون هم میتونید روی چارت بررسیش کنید، ولی در کل روی سطوح مناسبی الان قرار داره واسه رشدش. ارز بعدی هم آربیترومه که پامپ خوبی داشت، چون یه دونه نهنگ اومده همین جوری آربیتروم جمع‌آوری یا به اصطلاح انباش کرده، که توی سطوح مناسبی هم قرار داره و احتمال داره تو همین سطوح باز همین اتفاق یا همین پامپی که کرده واسهش اتفاق بیفته. خب دوباره بریم سراغ توییتایی که مایکل وندیپو در خصوص حالا بیت کوین و مارکت کپ کلی داشته. هی توییتی که اخیراً انجام داده بود این بودش که قیمت بیت کوین بالای EMA 200 هفته قرار داره و تو همین نواحی اگه بمونه احتمال داره رشد کنه، ولی اینکه چقدر رشد کنه اصلاً مشخص نیستش. یه مورد جالب دیگه هم که گفته بود این بودش که گفته که چین لینک تو این قیمت‌ها یعنی 6 تا 8 دلار یه فرصت بسیار جذاب عذابه توی کل زندگی، یعنی اصلا شاید دیگه پیش نیاد. مورد بعدی هم در خصوص آلت کوین هاست که مارکت کپ کلیشون تو نواحی خاص و مهمیه، که اگه تو همین نواحی 200 هفته MA و EMA قرار بگیره و پایدار بمونه احتمال رشد خیلی زیاده. خب خیلی ممنون از این که همراه ما بودید، امیدوارم که مطالب این هفته هم واسه شما عزیزان مفید بوده باشه. شاد و پرسود باشید. بدرود تا هفته آینده. Thank you.